زینت مولود کعبه در دامن میوه بهشت خدا در حال درخشش است. در دامن دو دریای به هم پیوسته نبوت و امامت دختری متولد می شود که گوهر امامت در حفظ خیش انتظارش را می کشد. در خانه علی و فاطمه دختری طلوع می کند که از تلافی لبخند و اشک، شادی و حزن تصویری شگفت می آفریند. انتظار فراق با لبخند وصال چهره زهرا را زهرایی می کند. پیامبر از سفر باز آمده است، گویا تمام خستگی راه را با دیدن چهره نوزاد فاطمه فراموش می کند و خطاب به زهرا می فرماید نامش را زینب بگذارید. یعنی درخت پرثمری که خلق و خوی دو دریای وجود علی و فاطمه را در خود جمع کرده است. پیامبر در آینه علم لدونی صبری را در او می نگرد که تداعی کننده اعجاز و کرامت است. زینب مگو حیدری کلام و فاطمی کمال، زینب مگو نگاهبان گوهر یک دانه امامت، زینب مگو کوه صبر و استقامت. تولد زینب کبراست، تولد صبر همه برگزیدگان خداست، تولد ذوالفقار دیگر علی در کربلا و کوفه و شام است، تولد زبان علی در حنجره خشمگین و غمبار زهرایی است. آری تولد زینب است. زینب زینب است، همان گونه که فاطمه فاطمه است. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و درود بر شما عزیزان همیشه همراه. سلام بر صبر و سلام بر زینب، سلام بر عبادت و سلام بر زینب، سلام بر حیا و عفت و سلام بر زینب و سلام بر فصاحت و بلاغت و سلام بر زینب. عرض سلام و درود احترام به همه شما عزیزان همیشه همراه. میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا، قهرمان کربلا، اسوه صبر و استقامت بر همه شما عزیزان مبارک باد. امیدوار هستیم که در کنار ما و با برنامه روشنا همراه و همگام باشین. شما عزیزانی که دلها و قلبهایتان خوشنود هست امروز به واسطه میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، و ما هم در کنار شما عزیزان هستیم با برنامه میلادی که ویژه برنامه‌ای که در روز میلاد برای شما عزیزان تدارک دیدیم و تقدیم شما عزیزان میکنیم. در کنار خود خانم حسن‌زاده عزیز را هم داریم و میخواییم گفتگوی را نسبت به خصائص، ویژگی‌ها و بسیاری از نقش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در جامعه را بررسی کنیم. پس حتما تا آخرین لحظات با ما باشه و در ضمن میتونین با ما در ارتباط باشین. برنامه ما به صورت لایو و زنده هست. شما عزیزان میتونین پیامهای تبریکتان و اگر سوال و پیشنهاد هر صحبتی که دارین با ما صحبت کنین و ما پذیرا هستیم. خانم حسن‌زاده کارشناس ما هستن، سلام میکنیم به خدمت شما و تبریک میگم این روز بزرگ را. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه و همه بینندگان عزیز برنامه روشنا. امیدوارم در هر کجا برنامه رو میبینن جور و صحتمند باشن. روز خوبی رو از خداوند متعال همراه با شادی و نشاط برای همه عزیزان آرزو دارم. بنده میلاد با سعادت با کرامت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله رو خدمت شما و همه بینندگان عزیز تبریک و تهنیه عرض میکنم. زنده باشین، جان سپاس، تشکر میکنیم. و عزیزان بیننده، شما هم مادران و خواهران عزیزی که بیننده برنامه هستین و هر کدام از شما عزیزی که امروز با برنامه روشنا همراه هستین، میفهمم که روز بسیار خوب و خوش را آغاز کردین و این خوبی ها و خوشی ها را در جمع خانواده خودتان در روز پر
تبرک و روز میلاد حضرت زینب کبرا. امیدوار هستم که این خوبی ها و خوشی ها را تقدیم کنین به اعضای جمع خانواده تان، و اگر خدای نکرده جگرخونی، غمی، کدورتی، گپی وجود داره، همه اونها را به تبرک این روز بزرگ گوشه بانیم و در کنار همدیگه با اتفاق دوستی، مهربانی زندگی را شروع کنین و بیاین از همین امروز تعهد ببندیم با حضرت زینب کبرا. بگویم یا زینب کبرا، تو که سرچشمه صبر و استقامت بودی، تو که الگوی عبادت و حیا و عفت هستی برای ما، ما هم تعهد می‌بندیم که تا آخرین لحظات عمر ما با صبر، استقامت، عبادت، تقوا، حیا و عفت همگام باشیم و یک لحظه هم غافل نباشیم. خب همراهی کنین برنامه ما را و میخواییم که گفتگوی را، صحبتهایی را آغاز کنیم با خانم حسنزاده عزیز. خانم حسنزاده، میخواییم یک معرفی داشته باشیم از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. کلا روانشناسان برای عقیده هستند که شخصیت هر انسان بر سه چیز هست. خب یکی وراثت، تربیت و محیط. یعنی بتونیم این رو بیاییم بگوییم که سه ضلع یک مثلث. وقتی ما سه ضلع یک مثلث در نظر بگیریم، خب شخصیت انسان بر این سه ضلع یک مثلث، این روانشناسان میگن. حالا بیاییم ما هم بررسی کنیم، بگوییم شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها بر اساس این سه ضلع مثلثی رو که ما الان بیان کردیم چه قسم و چگونه است. یعنی معرفی کنیم حضرت زینب که بود. بله، همانجور که شما فرمودین به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله، ما میخوام با موضوع فضائل و ویژگی های حضرت میخوام صحبت کنیم که میتونه برای زنان امروز الگو باشه، چون واقعا روشنگری های زیادی در جامعه میشه، ولی چیزی که بیاد بیدار کنه زنان امروز رو و از ائمه اطهار باشه و بتونیم عینی، معمولا آن چیزی که ما میگیم الگو یک چیزی هست که در تجسم ذهنی به عنوان یک قهرمان ما میخوایم فرد رو معرفی کنیم، نه، ولی ما میخوایم امروز به عنوان راهکاری در زندگی افراد حضرت زینب کبرا سلام الله رو معرفی کنیم. همونطور که شما فرمودید این سه نشانه ای که ما میتونیم از نشانه کمال یک انسان بیان کنیم، همونطور که روانشناسا سه نقطه رو دیدن، یکی وراثت هست و یکی محیط هست و خانواده. حضرت زینب کبرا سلام الله همونطور که مستحضر هستین در بهترین خانواده، بله، خانواده امامت و نبوت خوی علاز وراثت هست، از لحاظ وراثت هست، بهترین پدر و بهترین مادر رو ایشان رو به دنیا آوردن، یعنی شجره واقعا طیبه ای دارن. از لحاظ خانواده مطمئنن سیره تربیتی حضرت زینب کبرا جولی شکل گرفته که در محضر امام علی علیه السلام رشد کردن و باعث شده بسیاری از خوبی ها رو از ایشان به تعلیم ببینن. بله، یعنی لحاظ تربیت، لحاظ تربیت، بله، میتونی محیط خانوادگی ایشان را داریم ترسیم میکنیم. بله، از مادر بسیاری از نکات رو آموختن، بسیاری از حتی عفت و حیای فاطمی رو ما در زینب کبرا انشالله در سلسله مباحث بیان میکنیم که داریم به دست میاریم که یک فرد در این خانواده بوده. برادرانی معصوم مانند امام حسن مجتبی، بله، و امام حسین علیه السلام که اگه هر کدوم از اینها رو ما بخوایم بیان کنیم، اگه حضرت زینب کبرا ویژگی های ایشان رو بیان کنیم، میتونیم در این ضلع خانواده لحاظ تربیت بیان کنیم که از امام علی علیه السلام اون شجاعت و شهامت و ذکاوت رو، بله، به ارث بردن، از حضرت فاطمه زهرا سلام الله عفت و نجابت رو به ارث بردن، بله، و از امام حسن مجتبی صبر و استقامت رو به ارث بردن، بله، و از امام حسین عزت و افتخاری که ایشان دقیقا داشتن به ارث بردن. محیطی هم که در ایشان در زندگی میکردن معمولا واقعا هم از لحاظ تربیتی که در چنین خانواده تربیت شده بودن و بیشترین بهره رو از نور امامت رو برده بودن، باعث شد که در محیط اجتماع خودشان واقعا تاثیرگذار باشن، بله، به عنوان یک زن اجتماع که در اجتماع حضور داشته باشن، هم در خانه برای
فرزندان خودشون هم در اجتماع بسیار بله. تاثیرگذار باشن و به بالاترین درجات ایشان رسیدن به خاطر همین صفات پسندیده و شایستگی هایی که بود. پس اینها میتونه زنان ما الگو باشه بله، تمام ویژگی هایی که ما بیان میکنه میتونه برای یک زن امروزی الگو باشه و از اینها میتونه برداشته نیک کنیم. بله، خب پس ویژگی های حضرت زینب سلام الله علیها و رفتارهای ایشان و خصلت و خوی ایشان علاوه فردی بسیار قابل بحث است که ما بخوایم صحبت کنیم نسبت به این موضوع و کل این صحبت های ما هدف ما ایست که بتانیم ما به عنوان بهترین الگو معرفی کنیم میره برای همه بیننده های عزیز، به خصوص برای جوانان عزیز ما، دختران جوان عزیزی که بیننده برنامه هستن. هم اکنون خوشحال هستیم، افتخار میکنیم از حضور شما عزیزان همیشه همراه. بهترین الگوی ما حضرت زینب سلام الله علیها که میتونیم از خصوصیات رفتاری و ویژگی‌های فردی ایشان بیایم درس بگیریم، الگو بگیریم و تحقیق کنیم ببینیم که ایشان چگونه شخصیتی بودند و چگونه زندگی کردند و چگونه بودند. بعد از یک وقفه ما هم نسبت به موردها با شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد. صلی الله علیک یا زینب الکبرى. امشب زوج آسمان باران اختر می چکد، از انتهای کهکشان مینای کوثر می چکد، از دست ساقی تا سحر جرعه از ساغر می چکد، بر دل رسیده کیمیا از دیده ها زر می چکد، امشب شب مولودی دردانه زهرا بود، بر مقدم او از سما اختر نشانی می شود، ساغر برق ساید کنون می جامدانی می شود، رنگین کمان در سجده اش قامت کمانی می شود، با یک اشاره از ازل دل آسمانی می شود، عشق از پی تفسیر او سرگشته معنا بود، امشب شب مولودی دردانه زهرا بود، از نور روی او قمر رو سوی انجم می کند، خود را به پشت ابرها خورشید هم گم می کند، چون غنچه ای لب وا کند تاها تبسم می کند، زهرا به اشک شوق خود در دل ترنم می کند، او زیور هفت آسمان و زینت بابا بود، امشب شب مولودی دردانه زهرا بود، شد از همکنون صبر عالم واله و شیدای او، شمس و قمر پروانه ای بر چهره مهتاب او، او بی قرار و در کنارش جد و مام و باب او، تا آن که آغوش حسینش می شود محراب او، در عشق او پیغمبر فرهنگ عاشورا بود، امشب شب مولودی دردانه زهرا بود، فرخنده میلاد با سعادت عقیلة العرب و عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها مبارک و فرخنده باد. تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده. کلیپ زیبایی را که تقدیم شما عزیزان شد و امیدوار هستیم که مورد رضایت و پسند شما قرار گرفته باشه. میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا قهرمان کربلا بر همه شما عزیزان مبارک هست و امیدوار هستیم که بیننده برنامه باشین تا آخرین لحظات. و نسبت به موضوعی که صحبت داریم با شما عزیزان، میخواییم ویژگی های حضرت زینب را گفتگو کنیم و ببینیم که حضرت زینب سلام الله علیها
چگونه ویژگی هایی داشتند و رفتار و گفتار ایشان چگونه بود و چگونه زندگی کردند. درست است خانم حسن‌زاده؟ بفرمایید. ویژگی های حضرت، اولین ویژگی و مهمترین ویژگی که در ایشان نمود و ظهور پیدا کرد، ایشان بهره‌مندی از علم و معرفت خاصی داشتند و به نام به خاطر همین ایشان را عقیله بنی هاشم می نامیدن. یعنی طوری بود که حضرت حتی امام سجاد در یک سخنان، در یک روایتی از اینها به عنوان انت عالمت غیر معلمه، عالمه غیر معلمه از اینها نامید، به خاطر اینکه کسی هستن که واقعا سخنرانی قرار او فصاحت و بلاغتی که در مجلس یزید داشتن، اینها از علم و آگاهی سرچشمه میگیره. حتی یک نکته دیگه، حضرت ما در سیرهشون داریم مجالسی رو برپا میکردن در کوفه برای زنان بنی هاشم، بیان تفسیر قرآن داشتن، احکام داشتن، مسائل تربیتی رو بیان میکردن، کلاس هایی رو حتی ایشان اداره میکردن و برای زنان بنی هاشم بود. خب اینها مجلس درس داشتن، پس یک فردی نیاز داره که خودش معلم باشه. بله. خب چه بهتر از حضرت زینب که در چنین خانواده‌ای تربیت شده بودن. پس اولین نکته همون علم و درایتی که از ایشان بود و همه آشنایی با معارف اسلامی. حتی در مجالسی بود که حضرت وارد میدان می شدن و با مذاکره می پرداختن. بله. همراه برادران خودشون. ما داریم که در خانواده معصوم هستن و تمام برادر حضرت امام حسن مجتبی و امام حسین معصوم بود. خب از علم لدنی برخوردار بودن و دارای اسم بودن، ولی حضرت زینب کبرا با تلاش خودشون رو به مقام اسمت رساندن. بله. و از او علم خودشان رو هم استفاده بهینه میکردن در زمینه های مختلف. خب اولین آشنایی با قرآن و معارف رو میتونیم بگیم عالم بودن. اینها عالم بودنشان در یک جای دیگه بروز که پیدا کرد، در این که فردی عالم هست و درایت و فهم داره مساویه با صبور بودن هست. این دوتا رو با در کنار هم هست، رابطه متقابل با هم داره. کسی میتونه صبور باشه که علم و درایت بالایی داشته باشه. بله، بله. فهم بالایی داشته باشه و درک بیشتر از مصیبت ها داشته درست. باشه تا به اون درجه برسه. در کنار این که حضرت به عنوان یک فردی از لحاظ زندگی، به عنوان یک خانم زندگی میکردن، مادر هم بودن. ایشان به عنوان مادر بهترین الگو میتونن برای مادران امروز باشن. ما داریم در سیره تربیت ایشان دو فرد از فرزندان پسر ایشان در حادثه عاشورا به شهادت رسیدن. بله. خب یک فردی که بتونه با فرزندی تربیت کنه که در رکاب امام زمان خودش به شهادت برسه، خیلی در درجه بله. بالای قرار داره. و این حضرت زینب به عنوان مادر هم تلاش وافری در این زمینه داشتن. و از موارد دیگه که ما میتونیم بگیم، واقعا اصل عبادت و عبودیت بودن و این قدر شناسی از خداوند و ایمانشان باعث شده بود که اعتماد به نفس بالایی داشته باشن نسبت به مشکلات. ما داریم در سیره ایشان، معمولا اگه بچه ما مریض بشه، او شب مثلا در بیمارستان باشیم، وقتی از دکتر به خانه برمیگرده، ممکنه نماز ما به تأخیر بیفته. بل. خب ولی این حضرت زینب کبری سلام الله در شب عاشورا، بله، که بماند که حالا شب عاشورا حادثه بسیار سختی بود. سختی بود. بله. یعنی باعث شده بود که چند از نزدیکترین فرزندان خودشون به شهادت برسند و اون حادثه سخت. ما داریم که حضرت بلند شدن نماز شب خواندن. بله. نماز واجب که بماند، و در سیره ایشان هست که ایشان حتی پاهایشان رمق نداشت. باعث شد که نشسته این نماز رو بخونن. خب این چی رو میرسانه؟ این میرسانه که نهایت عبودیت و بندگی خودشون و ایمان به خداوند. بله. یک زنی که میخواد در عرصه زندگی موفق باشه، در درجه اول باید از حضرت زینب الگو بگیره، در معنویات از این بزرگان الگو بگیره تا بتانه معنویات رو در زندگی خودش پیاده کنه. بله. و حفظ کنه.
مورد دیگه که از واقعا برای حضرت زینب کبری میتونه بگیم از سمبول های زندگی ایشان هست این است که نسبت به جامعه انفاق میکردن، یعنی همدرد مردم بودن. حالا از انفاق فرقی نداره که پای سخن طرف بشینه، ما این رو بارها گفتیم و باز هم جای داره بگیم، ممکن است پای سخن یک فردی در بحث انفاق بشینه و به سخنان از او از محبت کردن شروع میشه انفاق تا بحث مالی. حضرت ما در سیرهشان داریم از هیچی کم نمیگذاشتن. از بحث مالی داریم که وقتی که از حضرت زینب کبری در خانه نبودن باعث شد که یک افرادی بیان دور خانه زینب تجمع کنن و کمک بخوان، ولی غلامان و کنیزان ایشان میگفتن حضرت در خانه نیست و خارج از خانه است و میخواستن اینا رو متفرق کنن. به محضی که حضرت زینب کبری رسیدن و این افراد رو در حال متفرق شدن دیدن، گفتن نه بیاین و باعث شد که حضرت به داخل خانه بره و داخل خانه دختر امیرالمومنین بسیاری از نیازهای اونها برطرف شده. از بحث مالی بود، با کسی نیاز مشاوره حتی مثلا داشتن و بحث‌های مختلف، سوالات گرفتاری احسن گرفتاری های این افراد رو حضرت برطرف کنه و این از واقعا از شاخصه های خوبی است که در حضرت وجود داشت. حتی ما در حادثه عاشورا وقتی که می آمدن مریض ها همراه بودن، اسرا همراه بودن، خانواده هایی را دست داده بودن، ناآرامی هایی داشتن این افراد، حضرت باعث شد همدم اینها بشه، هم صحبت از اینها بشه، باعث بشه که به اینها آرامش بده و همون اینها همه از این نشأت میگیره، ایمان قوی که حضرت در اینها در حضرت وجود داشت و میتونست واقعا نقش فعال رو در همه عرصه ها داشته باشن. حالا مثلا زاده ما میگیم که حضرت زینب سلام الله علیها، خب با توجه به وراثت که گفتیم که پدر و مادر حضرت چون امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن و تربیت شده دستان پیامبر و حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا بودن و علاوه بر محیط هم که گفتیم در یک محیطی حضرت زینب سلام الله علیها رشد کردن که پیامبر در او خانه رفت آمد داشت، حتی 18 آیه سوره هل اتا در اون خانه نازل شده، جریان حدیث کسا در اون خانه اتفاق افتاده و جبرئیل در اون خانه رفت آمد داشته و در همچی یک محیطی بوده که حضرت زینب سلام الله علیها رشد کرده، درست که شده حضرت زینب. خب حال ما زنان و دختران امروزی ما، خب فکر کنین شاید امرای خودشان بگوین که خب حضرت زینب در همچی یک محیطی مثلا رشد کرده با داشتن همچی یک پدر و مادری و پس ما که مثلا آنچنان نیستیم، ما یک زنان و دختران عادی هستیم، آیا ما میتونیم هم پای حضرت زینب سلام الله علیها، همراه حضرت زینب سلام الله علیها هم قدم شویم و در کنارش باشیم و مثل حضرت زینب بتانیم زندگی خود ما را و شخص خود ما را، اخلاق رفتار خود ما را پیش ببریم؟ یک سوال هست حتما در ذهنیت بسیاری از بانوان، دختران جوان ما، بگن خب حضرت زینب خب هم چه شخصیتی بودم، چه یک پدر مادر داشتم، چه خانه بزرگ شده، ما که نبودیم به قسم، درست؟ برای ما بسیار سخت است که بتانیم مثلا چه شخصیت را الگو بگیریم و بخوایم مثلا مثل ایشان باشیم. بله، سوال خیلی خوبی رو مطرح و به جای رو مطرح کردین. ممکن است در ذهن اکثر افراد باشه و دختران امروزی هم حتی به در ذهنشان باشه که بگن ما به الگوی 1400 سال پیش رو امروز چطور میتونیم با او ویژگی ها در زندگی خودمان پیش ببریم. ما در بحث الگو خانم زهری سه قسمت میکنیم. یکی بحث ویژگی های خاص ائمه است، مثل عصمت ایشان، خب علم غیب ایشان، خب نیاز به الگو ما در این قسمت مربوطه به ما نمیشه. بله. خب این ویژگی رو ما مخصوص خود ائمه و خانه عصمت و طهارت قرار میدیم. مورد دیگه ویژگی های بومی منطقی حتی ممکنه سوال کنن از این، خب. فراتر بگن در اون منطقه، همونطور که شما الان فرمودید، بله. در اون منطقه زندگی کردن، خب با شرایط ما خیلی فرق میکنه. بله بله، این البته شرایط زندگی اونا، همون زمان اون زندگی زمان اونا با زمان ما متفاوته. ما به این موارد کار نداریم، منطقه رو شرایط بومی رو هم میذاریم کنار و نیازی نیست
انسان از همون شرایط الگو بگیره و مثل از اونها در خانه های گلی زندگی کنه، چون شرایط امروز همچین چیزی رو ایجاب نمیکنه. پس نکته سومی باقی میمونه که واقعا جای بحث داره، اصول حاکم بر زندگی هست که با توجه به آیات قرآن هم همین رو بیان کرده. این اصول حاکم بر زندگی قابل در دسترس است، در تمام زمان ها و تمام مکان ها یک چیز ثابتی است، مثل اصول اخلاقی در فطرت هر انسانی وجود داره. خب این قابل در دسترس است. ما اگه ائمه اطهار رو و از جمله زینب کبرا سلام الله رو به عنوان الگو داری معرفی میکنه برای زنان امروز، یک الگوی قابل دسترسه، به این خاطر که اینها هستن که واقعا میتونیم بگیم میانبر هستن، یعنی کسانی هستن که به عزت مندی رسیدن، به کمال رسیدن. خب پس راه ما رو خیلی پیش میبره. درستن. شما فکرشو بکنیم ما چقدر میتونیم امتحانهای گسترده بدیم که این راه صحیح است یا این راه صحیح نیست. بله. خب این در توان ما ممکن است نباشه. بله. چون عمر انسان انقدر کفاف نمیده. بله. پس یعنی که اصول اخلاقی و اصول انسانی در هر زمانی که هست ثابت است. ما اگر بخوایم به عنوان یک انسان واقعی زندگی کنیم، باید بسیاری از اصول را داشته باشیم همراه خود ما. این اصول در زمان فرق نمیکنه. حالا میخواد 1400 سال پیش باشه، چی میخواد حاله باشه، این اصول ثابت است برای همیشه. بعد از میان برنامه باید داشته باشیم یک تکمیلی برای مباحث صحبت میکنیم. پس بعد از میان برنامه از این بازم کلیپی آماده نش تقدیم شما عزیزان، و بعد از او همچنان همراه ما باشین در ادامه صحبت. شادی و هلهله در بیت رسالت و امامت موج میزند. قرصی از قمر، میوه شیرین دل حضرت رسالت پناه، جانشین مادر زینت پدر، همبازی حسن و حامی حسین سلام الله و سلامون علیه مجمعین آمده است. پنجم جمادی الاولا سال پنجم هجری مدینه از یمن ولادت قمری از اقمار نورانی شد. او را به جهت نامگذاری نزد پیامبرش آوردند و پیامبر منتظر جبرائیل. جبرائیل نازل شد و خبر داد که خدایش زینب بخوندش. حضرت پیامبر گرامی اسلام در مسافرت بودند و به این خاطر منتظر ششتن تا پیامبر گرامی اسلام بیاید. بعد که پیامبر آمدند و حضرت علی علیه السلام نوزاد پیش حضرت پیامبر میاره و بعد میگه که نامی بالای این فرزند یا کودک بگذارید، و بعدا حضرت پیامبر گرامی اسلام میفرماید که من در این امر از خدا پیشی نمیگیرم، یعنی خدا باید اسم این کودک نوزاد بگذاره. در امین جریان بودند که حضرت جبرائیل نازل میشه و به پیامبر سلام میفرسته و به پیامبر عرض میکنه نام این کودک میتونین که زینب بگذارین، و بعد میگه که این نام خداوند انتخاب کرده که از برگزیده های نام خداوند است. معروف است زینب به معنای زینت پدر یا زینب میباشد. حضرت زینب سلام الله علیها وارث فصاحت، شجاعت، علم، ایمان و قدرت مناظره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود و این ویژگی ها را در جریان حوادث کربلا نمایان کرد. حضرت زینب سلام الله علیها یک نمونه بارز و کامل و تمام عیار یک زن و یک زن نمونه در جهان اسلام است، یک الگوی تمام عیار، و هر زن مسلمانی میتونه به عنوان زن نمونه به ایشان نگاه بکنه، همونطوری که چادر از مادر ایشان به ارث رسیده و همونطوری که حجاب و نماز که حضرت زینب سلام الله علیها یک نگاه ویژه‌ای بود داشتن، حتی در شب 11 هم که همه عزیزانش رو از دست داده یک التفات ویژه بود داشته باشه، از نکاتی هست ما میتونیم در زندگی روزمره ما از استفاده بکنیم. ایشان براستی جوهره کامل و سلاله بارز از حضرت امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره علیهما السلام است. میراث علوی با لقب زینت پدر و میراث فاطمی با لقب فاطمه صغرا در ایشان متجلی است. همو بانویی که در هر فضیلت تمثیلی از پدر و مادر خیش است.
تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده و شما عزیزانی که همکنون بیننده برنامه هستین. سپاسگزار هستیم از حضور گرمتان در روز میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها با شما عزیزان هستیم. نسبت به ویژگی ها و رفتارهای حضرت زینب سلام الله علیها گفتگو کردیم و صحبت های زیادی داریم با شما عزیزان. تا آخرین لحظات حتما همراه ما باشین. و چقدر خوب است که یک موضوع رو هم بیان کنم که یک نویسنده اهل سنت دکتر عایشه بنت الشاطی صحبت زیبایی داشتن و کتابی را در رابطه با حضرت زینب نوشتن تحت عنوان زینب قهرمان کربلا. و اگر بیایم تحقیق کنیم نسبت به این کتاب و مطالعه داشته باشیم، ایشان با وجودی که اهل سنت بودن ولی تحقیقات زیبایی نسبت به حضرت زینب و زندگانی ایشان انجام دادن و نوشته بودن که زینب کیست و چه کسی زینب را میشناسد. و نسبت به این موضوع میتونه یک گفتگوی خوبی باشه برای ما و شما عزیزان و یک تحقیق خوبی باشه برای ما و شما که بیاییم ما هم تحقیق کنیم نسبت به زندگی حضرت زینب و ببینیم که به واقعیت زینب کیست و چگونه زندگی کرد. در ادامه صحبت و قبل از اینکه ما میان برنامه ببینیم، سوالی را مطرح کردیم نسبت به موضوع ما با خانم حسنزاده عزیز. خانم حسنزاده گفتیم که خب حضرت زینب سلام الله علیها در یک محیطی رشد کردند که پدر و مادر چون حضرت علی علیه السلام و مادری چون فاطمه زهرا سلام الله علیها و در محیط بودن که تربیت یافته پیامبر بزرگ و ایشان بودند. خب حال ما که مادران و دختران جوان ما شد سؤال برشان ایجاد شده، خب ما که تربیت یافته دستانی بزرگان نیستیم، ما حتی شاید این تصور داشته باشن و بگن که ما به خاک پای حضرت زینب هم رسیده نمیتونیم، چی خواستایی که بیایم و راهش ادامه بدیم، الگوش بگیریم. البته خب ما میتونیم راه ایشان و الگو قرار بدیم زندگی ایشان را و این را نمیتونیم بیان کنیم بگوییم که دیگه حالا حضرت زینب آنچنان خانواده‌ای داشتن و تربیت یافته همچنین دستان بزرگان بودن و ما که قسم نبودیم، پس ما نمیتونیم ایشان را الگو، ما نمیتونیم در کنار ایشان قرار بگیریم و راهشان را پیش ببریم. این حرف ما نمیتونیم بیان کنیم. خب چرا این گونه است خانم حسن؟ بله، حضرت زینب رو گفتیم یک الگویی هست که نه تنها برای زنان زمان خودشون بلکه به تمام سراسر جهان الگو هستند، چون سبک زندگی از اینها، اصول حاکم از اینها، زندگی از اونها برگرفته از یک کمالاتی هست، یک نشانه هایی در ایشان وجود داره که در همه عصرها ثابت هست. یعنی این اصول حاکم مثل عفت ایشان، مثل شهامت و شجاعت ایشان، اگه خواسته باشیم بشمونیم بسیاری از خصوصیات حضرت، عبودیت و بندگی از ایشان و بسیاری از اینها در همه ثابت هست. ما گفتیم در اون موارد خاص اصلا الگو برداری صحیح نیست، ولی چیزهایی که عمومی هست جور وقتی میگن الگو قرار بدیم، ما در خود قرآن کریم هم داریم که خداوند متعال سوره احزاب میفرمایند لقد کان لکم فی رسول الله اسوة الحسنة. رسول الله هم یک فردی است که داره خداوند متعال جبرئیل به او وحی میکنه. ده خب از نبوت برخوردار هست، خب بسیاری از خصلت‌ها داره. من نوعی چجوری از ایشان الگو برداریم؟ ما این اصل قرآنی رو به وسیله اصل قرآنی من میخوام این نکته رو بیان کنم. خب پس یک چیزی هست که خداوند متعال میفرمایه برای شما در زندگی هایتان از رسول خدا رو الگو برای شما قرار دادنی. حالا الگو در چی؟ الگو در استقامت، در اخلاص، در سیره ایشان، در عبادت و بسیاری از چیزهای دیگه. الگو وقتی مطرح میشه یعنی این است که فردی آزاده است. جوری نیست که ما مثلا فردی رو زندانی کنیم بگیم فلان جا با شما ما ملاقات میکنه و قرار داریم، اینجور نیست. نه، ما خب معمولا باید او فرد آزاد باشد تا به او قرار خودش برسه. با یه مثال میتونیم این رو بیان کنیم که یک فرد، من آزاده هستم میتونم از چنین افرادی
الگو بگیرم. سرمخش بگیرم و در زندگی خودم پیاده کنم. و به خاطر چی من اینها رو پیاده کنم؟ به خاطر که زودتر به کمال انسان میرسه. اینها کسانی هستن که پشت سر گذاشتن و هدف انسان هم رسیدن به کمال هست. کمال هست. حالا خانم اصلا اگر بیایم کل این موضوعات را خب گوشبانیم و ای که حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان قهرمان کربلا بوده و توسط پیام رسانی حادثه عاشورا و این رویداد بود که حضرت زینب سلام الله علیها توانست به عنوان قهرمان کربلا و صبر و استقامت یاد شود. اگر کل اینا رو ما گوشبانیم، حضرت زینب سلام الله علیها چه ویژگی دیگه ای داشتن خودشان شخصی که، یعنی منظورم این است که اگر ما بیایم تمام این موضوعاتی که در حادثه عاشورا و قیام روز عاشورا و حادثه کربلا اتفاق افتاد، اینها را همه را گوشه بمانیم، حضرت زینب که بود و چه کرد، یعنی چگونه شخصیت داشت، یعنی تمام این موضوعات را از قیام عاشورا اگر گوشه بمانیم چه کرد دیگه حضرت زینب و چگونه بود؟ بله، ما این رو معرفی کردیم در قسمت قبل برنامه. گفتیم که همون به عنوان یک مادر، به عنوان یک دختر، خب تفکر، یعنی فقط در قیام عاشورا و حادثه کربلا نبود که حضرت زینب حضرت زینب شد. احسن، اینو میخوام بگم موارد دیگه هم بود. بله، بله. یعنی خب ما گفتیم به عنوان یک مادر فردی بود که فرزندانی رو تربیت کرد. به عنوان یک دختر وقتی که در کوفه قرار داشتن و حتی به عنوان یک زن از با تفکرات خودشون، با علم و درایت خودشون حتی درس می دادن به جامعه زنان. اینها رو ما می تانیم در کنار اون مواردی که حضرت روز عاشورا هست بیان کنیم. واقعا حضرت برنامه تبلیغی و فرهنگی بسیاری داشتن. حتی گروه های انحرافی شبهاتی رو که وارد میکردن، حضرت زینب به برخی از این شبهات پاسخ میدادن. حضرت زینب بودن که با او شهامت و ذکاوتی که داشتن و شجاعتی که داشتن، پیشرفت و شایستگی که داشتن، تانستن که در برابر، میتونیم همین قسمت رو بگیم، در برابر یزید وقتی که ایستادگی کردن، خب بعد از واقعه عاشورا باعث شد و یزید بیاد کارهایی رو انجام بده که خودش رو جوری وانمود کنه که من کار حق رو انجام دادم. از طرفی امام سجاد علیه السلام باعث شد که ایشون رو اجازه سخنرانی ندن، ولی نمیتونستن که اینها خانواده امامت و نوبت هستن. باعث شد حضرت زینب سخنرانی کنه. در مجلس یزید چنان یزید رو کوبوندن و باعث شد که سخنان کوبنده ای رو بیان کردن که حتی خود یزید رو زیر سوال قرار دادن. و اینها از چیزایی بود که حضرت در عرصه اجتماع حضور داشتن. درسته، حضرت جوری نبود که فقط بگیم. درست است ما از عفاف حجاب حضرت نام میبریم، میگیم وقتی که حضرت خارج میشدن از خانه کسی ایشان را نمیدیدن، مثلا صورت ایشان را نمیدیدن یا همراه برادرشون ده. ولی اگه جایی بود که برای اسلام میخواستن کاری را انجام بدن، واقعا در صحنه بودن. بله، ما در بسیاری از جاها این نقش حضرت زینب در جامعه هم دیگه شما دارین بیان میکنید. بله، که احاطه کامل داشتن هم بر روی سیاست و فرهنگ و تبلیغ و در بر حتی امویان رو چند بار باعث شد رسوا کنن. خب این قوه عقلانیت و تفکر حضرت زینب که در جامعه داشتن، امروز واقعا میتونه جامعه که ما داریم، زنان جامعه امروز با از حضرت زینب کبرا درس بگیرن و با اصلاح جامعه بپردازن. بله، ما این رو داریم. زن من داشتم مطالعه میکردم، به این نقطه رسیده بود که گفته بود یک شاعر عرب گفته بود که زن به مثابه گردن هست بر رأس. بله، مرد رأس خانواده هست. بله، زن گردن هست، یعنی چیزی که بدن رو تکان سر رو تکان میده او زن هست. پس واقعا زنان امروز میتونن الگو بردارن حضرت زینب، چون واقعا اگه رئیس خانواده و مرد خانواده رو تغییر و تحول میخوان ایجاد بکنه، یک زنه، اولاد هم که به طریق اولا میتونن تغییر و تحول ایجاد کنن. حتی در عرصه های حالا میگن که زنان در عرصه جهاد کمتر وارد شدن. بله، ما این رو قبول داریم که برای زن وظیفه در جهاد نیست، ولی جهادهای دیگه زن داره. بله، جهاد همسرداری. بله، بهترین جهاد برای یک زن
خانه‌داری و همسرداری خانه‌داری هست، در قبال فرزندان خودش مسئول است. حتی جهاد فرهنگی و تبلیغی بر جامعه خودش یک زن مسئول است و این رو میتونه از حضرت زینب کبرا الگو برداریم. بله. که حضرت زینب هیچ حراسی نداشتن وقتی که در اجتماع حضور پیدا میکردن. بهترین تبلیغ حضرت و جمله زیبایی که حضرت بیان کردن که ما در تاریخ ثبت شده، ما رأیتو جمیلا، یعنی وقتی یزید در او وحشتی که ایجاد کرده بود در او مجلس واقعا ترسناک و وحشت‌زا، از اینها میپرسن چه دیدی با وجودی که عاشورا اتفاق افتاده. درست. یک زنی میتونه استقامت و پایداری و صبر و عقل و درایت خود رو نشان بده، اینجی هست که میگه من چون زیبایی ندیدم. بله. خب این بهترین جوابی هست که میتونستن حضرت بیان کنن و در جواب یزید دقیقاً همین قسم است و این خود نشان دهنده مثبت اندیشی این بانوی بزرگ هست که من فکر میکنم که خودشان به عنوان مثل یک روانشناس بودن و بهترین مسائل روانشناسی را میدانستن، آگاه بودن و در زمان سختی ها و در زمان مشکلات اونها را حتما تطبیق میکردن و از بسیاری از سختی ها و مشکلات را در زندگی خودشان مثل زیبایی های زندگی میدیدن و هیچگاه نسبت به سختی های زندگی و مشکلات زندگی مایوس نمی شدن. بله. بسیار عالی، تشکر و سپاسگزار هستیم از حضور شما و همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین با برنامه روشنا همگام و همراه بودین. موفق و پیروز باشین و یک بار دیگر این میلاد بزرگ را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله که برای ما و شما بانوان عزیز حضرت زینب کبرا به عنوان بهترین الگو باشه. سپاسگزار هستیم و از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.